در همین مورد مسئله ای که پیش آمد در مورد این شاعری که بهش تعرض شده بود و بسیار کار فجیع و زشتی بود که اصلا شنیع همچین کارهایی اصلا قابل توضیح نیست اصلا قابل توجیه نیست در اینکه همچین کاری همچین مسائلی واقعا اصلا غیر قابل قبوله ولی فقط اگر سوال می کردی سوال می کردی خب آقای عزیز تو که داری توضیح میدی چندین و چند بار در ملع عام در جای همه آدم ها دور تو هستن به تو تعرض شده پلیس در سی سانتی تو قرار ده چرا به پلیس نگفتی همین یه کلمه حرف من باعث شد که فحاشی ها نصیب من شد چرا چون از کادر اون چیزی که کنوانسیونل یعنی میگه باید اینطوری فکر بکنی خوب بودن اینه که شما بگی به این آقا روز شده پس خیلی کار بدیه که هست پس دیگه هرچی که اون گفت نس سریح قرآنه و تو اصلا حق نداری نس قرآن رو زیر پا بگذاری و باید بگی هر چی که اون گفت درسته اگر خدایی نکرده یه نفر مثل من برگشت بگه که خب این چه نرف به پلیس بگه البته من تنها نبودم خیلی این سوالو کردن خیلی گفتم خب مگه پلیس اونجا نبود خب میرفت به پلیس انقدر توهین به من در مدت یک هفته توهین کردن حرفهایی هایی زدند نمیدونم اصلا یه شما البته من برای مهم نیست به قول خانم دکتر بابک میگه آدم باید پوست روانشناسیش باید زخیم باشه یعنی این چیزا مهم نیست ولی برای من جالب این مسئله نه به خاطر اینکه من اینجا به هم توهین شده نه به خاطر اینکه ما داریم در بین افراد هموطنان ما بخشی هستند که تحمل پرسشگری ندارند یعنی شما اجازه نداری بگی آقا خب چرا نرفتی به پلیس بگی من اگر یک دختر بچه هشت ساله هشت ساله نه هم یک مرد شست و هشت ساله یک دختر بچه ای که شست سال از اون جوان تره و کچکتره و گفتم خب عزیزم چرا نرفتی به پلیس بگی بچه نازنین به این آقای حالوی شست و هفتش ساله اگه بگیم آقا چرا نرفتی به پلیس بگی چرا صدات در نیومد چرا هفت بار به تعرض شد هیچی نگفتی عالم و آدم به خودش اجازه میده بیاد به من فهاشی کنه چرا؟ چرا سوال اینجاست چرا برای اینکه در ذهن ما وقتی یک چیزی خوب به نظر میاد و فکر میکنیم مثلا امروز خوب بودن دموکرات بودن مدرن بودن یعنی اینکه هر کی هر چی گفت بگیم راست میگی اصلا هم دیگه حق نداری رو حرفش حرف بزنی یعنی ما اجازه پرسشگری به خودمون نمیدیم خب این اجازه پرسشگری به خود ندادن فاجعه است یعنی ما اومدیم ضد دین شدیم مخالف مذهب شدیم مخالف اسلام شدیم مخالف جمهوری اسلامی شدیم ولی همه اون چهارچوب فکری مذهبی رو در ذهن خودمون بهش وفادار موندیم فقط به قول آقای دکتر حسام نوزدی فقط آمدیم از یه چیزی به یک چیز دیگه رفتیم چهار چوبه مونده توی ذهنمون اون کادر مذهبی مونده توی ذهنمون ولی جاشو عوض کردیم محتواش رو برداشتیم یه چیز دیگه اون امروز مثلا محتوا شده این دموکراتیک بودن مثلا فکر میکنیم دموکراسی هم یعنی که هر کی هر غلطی کرد بهش بگی بله تو درست میگی چون مورد ظلم قرار گرفتی اگه بهش بگیم خب آقا چرا چرا یه توضیح کوچولو اقلا به ما بده اصلا اصلا و به خودشون اجازه میدند که به کسی که سالهای زندگیش رو گذاشته تحقیق کرده کار دانشگاهی کرده توهین بکنند ولی اون آقایی که پاسدار بوده توی حکومت بوده رابطهش با حکومت کاملا مشخصه گذشته سیاهی داره اگر ازش سوال بکنیم حضرت آقا خب چرا به پلیس نگفتی اون از آسمان آمده کلام مقدسی، کلام خداست و شما نباید زیر سوال ببینید اینهاست که به ما خیلی اجازه نمیده خوشبین باشیم به آینده خوشبینی به آینده آخه چرا؟ وقتی که میبینیم که کادر فکری اینقدر خشک تو ذهن یه خب واقعا جای تاسفه ولی آخرین صحبت همینه ما باید به اینها آگاه باشیم وقتی که به این مسائل آگاه بودیم که میتونیم حلش کنیم چاره براش پیدا بکنیم راه حل وقتی که من به اون آخونده وجودم که درون من رخنه کرده و به من اجازه پرسشگری نمیده به من اجازه شک کردن نمیده به من میگه هر کی هر چی بهت گفت نمیدونم اگر از رسانه های رسمی مثلا اروپایی اومد پس تو باید قبول بکنی اگر از دهن آقای حالو اومد تو باید قبول بکنی اگر از دهن فلانی در تو باید قبول اینها رو ما اگر بهش شک نکنیم اگر زیر سوال نبریم اگر همیشه با یک چشم نقاد به مسائل نگاه نکنیم اون وقتی که جمهوری اسلامی هم بره خب البته بهتر خواهد شد یقین اصلا در این دارم اصلا شکی در این نیست که بهتر خواهد شد ولی حالا کو تا ما به یک جامعه باز آزاد بدون تنش به جامعه برسیم که بتونیم به راحتی در کنار هم زندگی کنیم متشکرم و مثل که زیاد صحبت کرد خانم دکتر شیرالی, شیرالی ببخشید امیدوارم که شما هم ناراحت نشین چون شما دارید از پرسشگری دفاع میکنید خب من خواستم یک واکنش نشون بدم به حرفی که شما زدید این آقای حالو تعرضهای جنسی که بهش شد کسایی که بهش تعرض جنسی کردن اومدن اعتراف کردن که بهش جنسی کردن و با افتخارم اینو افتخ... صحبت کردن در برش. یکی این و یکی من الان نمیدونم این تویت شما هست که جلوی من هست یا نه چون که اگه هست این توییت این توییتی که شما زدین در موضوع شما میگه که بهتون اجازه خی... خ... حرفی که شما زدین باعث شد که مردم احساس بکنن که اجازه دارن بیان به شما فهاشی بکنن خب این توییت شما هم اگه اجازه بدین من رو صفحه بذارم که خودش پر از توهین و فحاشیه همون توییت اولی که شما زدید که بعدا بهش واکنش نشون دادن اجازه هست میدین که من این رو صفحه نشون بدم بله فقط شما به من بگید کدوم کلمش فوشه فقط اینو به من بگید من برای این خواهش من با صدای بلند بخونید و به من بگید که اگر اینکه بنده از درباره از کلمه ما تحت آقای هالو استفاده کردم کلمه است که ایشون خودش در تلویزیون ایران اینترنشنال استفاده کرده اگر من به جای کلمه ما تحت که عربی کلمه فارسی گذاشتم این فحشه اگر من گفتم طرف به هفت بار به تواف قبله کون آقا رسیده این فوشه این تواف قبله که مسئله بدی نیست که خیلی هم تازه بهش احترام گذاشتم کجای حرف من فوشه کجای حرف من توهینه خواهش میکنم آرمین عزیز یک دونه توهین توی این حرف به من بگو اونجایی که من گفتم مرد گنده نرقود گنده گنده که حرف بدی نیست گنده یعنی بزرگ شاید تنها جایی که شما بگید که بده نره قوله، قول هم که یعنی بزرگ قول مانند میگن میگن طرف فقط من فکر میکنم اون کلمه نره ناراحتتون کرده اون فوشه. اون اونم پش نیست نره یعنی که مسکولان یعنی که چه میدونم ماسکولان فارسیش میشه چی یعنی مرد. مرد خب من این, این این این, این کجای این توش فوشه شما به من بگید فقط من همش این سوسول بازی ها که حتما حتما باید ما تحت ایشون بگیم باسن تا اینکه شیک باشه خب اینا کلماتی که معادلش تو زبان های مختلف از من از کلمه فارسی استفاده کردم این مشکلی داره صد بار هم دارم داریم میگیم تعرض کار غلطی است مخالف هر یقینا مخالف هر مسئله اینگونه مسائل هستیم ولی سوال من اینه ایشون چرا نرفته به پلیسی که در سه قدمیش بوده نه هم در سه در سی سانتیمترش مترش دستش رو دراز می کرده به پلیس میرسیده آقای پلیس دارن من آز مگر ما زن نیستیم مگر تو این جامعه زندگی نکردیم مگر بهمون همون تعرض نشده جرأت داره کسی به من تعرض بکنه دو دفعه میزنم تو گوشش یعنی که چی این حرفا من اصلا باورم نمیشه که این بحث اینجوری عنوان شده باورم نمیشه که هموطنان ما اینقدر ساده لوحانه هر حرفی رو بهشون میزنم قبول میکنم باورم نمیشه و واقعا تعجب میکنم که چرا بین ما پرسشگری نیست طرف وسط خیابون پشت سر جلوی سرش سه تا پلیس وایساده بودن کسی جرأت نداره یه بچه 6 ساله توهین بکنه بچه فریاد میزنه داد میزنه ایشون به خودشون اجازه دادم چی کاری بکنن و من اجازه ندارم ازشون سوال بکنم که اصلا آقا به پلیس نگفتی و بعد شما میگید من توهین کردم توی توییت من کجاش توهین بود اینو فقط به من توضیح بدین کجای توهین توحید... بود توهینی نبود من میخواستیم بخونم ولی فکر کنم آزاد نخواد که اینا ادامه بحثا ادامه بدم آزاد جان شما هم که نه آرمین جان ببخشین توییت رو بیاریم روی رامی تشریف بردن من فقط دفت دفت بله. ادامه این این پرسش رو ادامه بدم از یه دوست بیکر ادامه نده بله میخواین ادامه به این موضوع رو در واقع به نتیجه برسونیم که رامی که در خدمت شما باشه چشم ام... باشه من فقط برای اینکه خیلی آزاد من اینکه این که ادامه دا ندیم من فقط یه چیزی که بهش اشاره میکنم مهمترین نکته توییت این نقطه بود که چیزی هست که توی انگلیسی بهش میگن ویکتم بلیمینگ حالا نمیدونم توی فارسی های بهش چی میشه گفت ولی یه،, یه چیزیه که وقتی یه کسی داره بهش تعرض جنسی میشه باید بیشتر تمرکز و گذاشت رو کسایی که اون طراز جنسی رو انجام دادن نه اینکه بریم بار این مسئولیت رو بذاریم روی دوش کسی که الان بهش تراز جنسی شده حالا این نمیدونم آیا به نظر شما این حرف نقد به جاییه یا نقد به جایی نیست ولی کلا بیشتر تارگت ما باید کسایی باشه که این تعرض جنسی رو بیشتر انجام دادن توی همچین موقع من این چیزی که من یاد گرفتم تا حالا نقد خوبی هم بشنیدم که این کار اشتباه باشه ولی حالا شما خودتون میگین کجای این توییت توهینه هم اولش که شما گفتین خاک بر سر مرد گنده نره قولی که حالا دیگه بقیه‌اش هم دیگه نمیخونم برای اینکه وقتو نگیره ولی خب فکر کنم خاک بر سر هر کسی که آدم بگه بالاخره این توهین منم نمیگم که شما اجازه ندارید من فقط شما گفتین که پرسشگری من پرس... یعنی وقتی که یه کسی پرسشگری داره میکنه به معنی این نیست که فکر داره ادعا میکنه که طرف مقابل اجازه گفتن یه همچین چیزی رو نداره فقط داره نقد میکنه طرف مقابل حالا من خیلی نمیخوام این بحث رو کش بدم ولی چون شما اشاره کردید منم خواستم جواب بدم بفرمید نه شما خیلی کار خوبی کردین که این پرسش رو مطرح کردید برای اینکه به هر حال پرسش شما تنها نیست مسئله اون خاک بر بودن هم به نظر من حقیقتا خاک بر که اینقدر شما مورد ظلم قرار بگیری ولی صداد در نیاد درسته که تو بلیم ویکتیم یا ویکتیم بلیمی یک بحث بسیار مهمی در روانشناسی و در جامعه شناسیه ما کاملا فرض بگیرید که زنی مورد ظلمی قرار میگیره نمیدونم اما در هر شرایطی که شما نمیتونید از این استفاده بکنید در هر شرایطی اگر مثلا همچین بلایی سر این آقا در یک نمیدونم جایی در یک فضای خلوتی به وجود آمده بود و ایشون آمده بود این حرف رو زده بود قب... کاملا قابل قبول بود اون وقت اگر من همچین حرف ادعایی کرده بودم بهش گفتم آقا جان تو مرد گنده ای هستی چرا خود دفاع نکردی ولی وقتی که مردی کنار سه تا پلیس وایساده میاد ادعا میکنه بهش تجاوز چه میدونم تعرض تجاوز نه که حالا یه عده از دوستان مسئله رو انقدر بزرگش کردن که انگار بهشون تجاوز شده نه بهشون ایشون تعرض شده بین کلمات تفاوت هست بهشون ایشون تعرض شده در کنار در جایی که صدها نفر وایساده بودن در روز روشن در جایی که صد صدها پلیس اونجا بوده خیلی خوب کسی که اینقدر بی ارزه است کسی که اینقدر بی ارزه است و نمیتونه بره به پلیس بگه و این طرف داره منو آزار میده یا بیا خودش برداره از خودش دفاع بکنه یکی میزن تو گوشش معذرت میخوام خاک بر سری یعنی چی یعنی واقعا یک انسان چقدر باید بی ارزه باشه که اجازه بده همچین کاری باهاش بکنن در ملعه ها بعدش هم بیاد این مساله رو عنوان بکنه و میگه آی با من این کار کردن با من این کار کردن واقعا شرماوره خاک برسری یعنی شرماور متشکرم ممنون از شما